سلام به همه شما دوستان عزیزم امروز میخوام راجع به استرس باهاتون صحبت بکنم اما قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم یادآوری کنم که کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید و ما خوشحال میشیم نظرات شما رو بخونیم پس برامون کامنت بذارید البته اینم بگم که تمام محتوای این ویدیو از منبعها و سایت های معتبر خارجی گرفته شده و توسط متخصصین ارائه و ترجمه شده پس تا انتها با من همراه باشید عوارض یک دقیقه استرس برای سیستم قلبی و, روگی و تنفسی استرس روی سیستم قلبی عروقی و, و تنفسی تأثیر گذاره و در طول پاسخهای استرسی نفس کشیدن فرد سریعتر میشه و باعث میشه که اکسیژن سختتر در خون توضیح بشه اگه همکنون با مشکلات تنفسی روبرو هستید استرس میتونه این مشکل رو بدتر کنه هنگام استرس ضربان قلب تندتر میشه و همین در رگهای خونی تاثیر میذاره و انتقال اکسیژن رو به محدود می کنند. بنابراین فرد به سختی قادر به انجام فعالیت می باشد و همچنین فشار خون هم بالا میره و در نتیجه استرس مزمن و متدابل باعث میشه که قلب شما به سختی کار کنه. زمانی که فشار خون بالا میره خطرات حمله قلبی برای فرد هم بیشتر میشه. سکته قلبی، ایست قلبی باعث ضربان قلب نامنظم میشه. عوارض یک دقیقه استرس برای سیستم گوارشی کبد فرد در زمان استرس قند خون زیادی تولید میکنه که باعث افزایش انرژی میشه اگه دچار استرس مزمن باشید بدنتون احتمالا قادر نخواهد بود که گلوکوز اضافی رو دفع کنه و استرس مزمن گاهی اوقات خطر ابتلا به دیابت نوع دو رو بالا میبره افزایش هرمون های استرس باعث نفس های تند و افزایش ضربان قلب میشه که روی سیستم گوارش تأثیر گذاره و فرد در این زمان ها دچار مشکلاتی مثل رفلاکس معده میشه چون اسید معده اون افزایش پیدا میکنه استرس میتونه خطر رشد باکتری ها در معده رو هم بالا ببره و استرس همچنین در حرکت غذاها در بدن تأثیر گذاره و گاهی اوقات باعث حال یا یوبوست میشه و در این دوران ممکنه مشکلاتی مثل حالت تهوع، استفراغ و یا دل درد رو تجربه کرده باشی. تاثیر یک دقیقه استرس بر سیستم عضلانی. عضلات شما همیشه بدن رو از آسیب‌های احتمالی حفظ میکنه و در زمان استرس قدرت اونها کاهش پیدا میکنه و اونها در این زمانها مایلند که زودتر آروم بشن اما اگه استرس شما ادامه دار باشه ازالاتتون آرامش خودش رو از دست میده و ضعف ازالات باعث سردرد، کمردرد و شانه درد میشه و گاهی اوقات کل بدن رو هم با مشکل مواجه میکنه و همچنین سیکل بدنی شما با دست کشیدن از تمرینهای ورزشی دچار مشکل میشه تاثیر یک دقیقه استرس بر سیستم تناسلی استرس هم میتونه هم زن و هم مرد رو درگیر کنه اصلا عجیب نیست که هنگام استرس مداوم قدرت خودتون رو از دست بدید و انگیزه نداشته باشید و استرس های کوتاه مدت ممکنه در آقایان تاثیرگذار باشه و باعث بشه که هورمون مردانه بیشتری تولید کنه که البته این موضوع زیاد طول نخواهد کشید تاثیر یک دقیقه استرس برای سیستم ایمنی محرک های استرس در سیستم ایمنی میتونه شرایط خاصی رو به وجود بیاره و این محرک ها میتونن به فرد کمک کنند که از افونت ها دور بمانند و در طول زمان هورمون استرس میتونه سیستم ایمنی رو ضعیف کنه افرادی که دچار استرس مزمن هستند در برابر افونت ها ضعیف عمل میکنند و استرس همچنین میتونه زمان بهبودی بیماری و آسیب رو طولانی تر کنه تأثیر یک دقیقه استرس روی مغز استرس یک بخش جدا نشدنی از فعالیت های روزانه برای هر کس می باشد. هر روز برای افراد پیش میاد و رنج وسیعی از افراد رو درگیر میکنه و این موضوع ممکنه به علت مشکلات خانوادگی، کاری و تحصیلی باشه و همچنین ممکنه افراد از مشکلاتی مثل سلامتی، مسائل مادی و رابطه دچار استرس بشن که در چنین مواردی ذهن و بدن ما هر دو درگیر خواهد شد. تاثیر 60 استرس بر روی عملکرد مغز و سلول های عصبی. افزایش ابتلا به بیماری های ذهنی با استرس. طبق مطالعات انجام شده، محققان به این موضوع دست یافتند که نتیجه استرس مزمن میتونه در طولانی مدت باعث تغییراتی در مغز بشه و این تغییرات ممکنه باعث بشه که فرد بیشتر دچار تغییر روحیه و مشکلاتی مثل خشم بشه استرس همچنین چنین نقش مهمی رو در افزایش اختلالات مغزی مثل افسردگی و اختلالات عاطفی مختلف ایفا میکنه و محققان به این موضوع دست یافتند که بسیاری از تجربه ها مثل استرس روی مغز تاثیر گذاره و گاهی اوقات هم باعث میشه سلول های مغزی هم آسیب ببینند و هم نورون ها مثل حالت طبیعی کار نکنند استرس ساختار مغز رو تغییر میده نتایج آزمایش ها توسط محققان نشون میده که استرس مزمن میتونه تغییرات طولانی مدت رو در ساختار و عمل کرده مغز به وجود بیاره استرس سلول های مغزی رو میکشه طبق مطالعات انجام شده توسط محققان این موضوع اثبات شده که استرس های اجتماعی میتونن باعث کشته شدن بعضی از نورون ها در هیپوتالاموس بشن استرس مغز رو رو به مرور کوچک میکنه استرس میتونه باعث کوچک شدن قسمت هایی از مغز بشه که در تنظیم احساسات متابولیسم و حافظه نقش دارن در حالی که نتایج استرس شدید میتونه کاملا ناگهانی و منفی باشه و همچنین میتونه اختلالات ذهنی زیادی رو هم در بر بگیره استرس به حافظه آسیب میرسونه اگه سعی کنید که جزئیات یک اتفاق استرس آور رو برای خودتون یادآوری کنید احتمالا متوجه شدید که یادآوری اون براتون سخته استرس های موقتی و خفیف تاثیر سریعی بر روی حافظه دارند و میتونن باعث بشن که فرد در به یاد آوردن مسائلی از زندگی دچار مشکل بشه و البته در سال 2012 مطالعه ای انجام شده که نشون میده استرس مزمن تاثیر منفی بر روی حافظه فرد داره و توانایی به یاد آوردن اطلاعات در مورد موضوعات مختلف در اون کاسته میشه که اون هم به دلیل افزایش هورمون کورتیزول هست که با حافظه کوتاه مدت در ارتباطه در کل میتوان گفت که استرس بخشی از زندگی هر فرده و نمیتوان به طور کامل از اون پیشگیری کرد اما محققان باور دارند که فهم دقیق شرایط تا حدی میتونه از استرس شما جلوگیری کنه و از میزان اون بکاهد کاهش استرس در یک دقیقه کسی رو در آغوش بگیرید برخی از افراد ترجیح میدن که قدرت در آغوش گرفتن رو نادیده بگیرن و یا به دلایل نادرست از اونها استفاده کنند. در آغوش گرفتن یکی از موثرترین راهها برای کاهش استرس در چند ثانیه است و کارشناسان دریافتن که در آغوش گرفتن همچنین میتونه بر کم کردن وزن تأثیر گذار باشه. پزشکان دریافتند که این کار باعث ترشح هورمون اکسیتوسین میشه که تحریک این هورمون باعث ترویج و یک رفتار اجتماعی و باعث آرامش فرد میشه و از این طریق استرس رو کاهش میده نفس بکشید اما متفاوت با همیشه به روش 4 7 8 یکی از ایدیال ترین راه ها برای کاهش استرس مدیتیشنه بنابراین روانشناسان 3 تا 4 ساعت مدیتیشن رو توصیه می کنن مدیتیشن 4-7-8 نزدیک ترین و طبیعی ترین راه برای کاهش استرس در کمتر از 5 دقیقه است برای این هدف فقط کافیه که روی صندلی خود بشینید نفس خودتون رو 4 ثانیه حبس کنید نفستون رو آزاد کنید و دوباره تا شمارش هفت حبس کنید. در شمارش نهایی و هشت نفستون رو به دفعات بیرون بدید. این به ذهنتون اجازه میده که فکر کنید بدون استرس هستید. خنده ترشح هرمون خنده با هرمون استرس کار نمیکنه. کنه. این حفظ حس شوخ طبعی میتونه باعث کاهش استرس و زندگی سالم بشه. علاوه بر این خندیدن کاهش استرس رو به افراد مرتبط میکنه با صدای بلند بخندید سعی کنید با تماشای تنزهای تلویزیونی و ویدیویی گفتگو با کسی که شما رو شاد میکنه وضعیت روحی خودتون رو بهبود بدید یک کلیپ خندهدار تماشا کنید تحقیقات نشون داده دیدن یک چیز جالب و خندهدار بخشی از مغز رو که واکنش روانی آرام بخش بروز میده فعال میکنه و سبب آرامش میشه آروماتراپی در حال حاضر بسیاری از افراد برای کاهش استرس از آروماتراپی استفاده می این یک راه مناسب برای کاهش استرس بدون نیاز به مهارت، زمان و هزینه زیادی محققان دریافتند که آروماتراپی یک تسکین دهنده است برای استرس. خب فکر می کنم برای امروز کافیه. بازم می بینم تو.